میلاد بهرامی هم 12 سالمه، روشندل، حافظ کل قرآن کریم. خوشسالترین فوق لیسانس علوم قرآنی و خوشسالترین حافظ روشندل در سطح کشور. برام ارزشمنده، برای همین بعدش یکشم این که طول درمان خواهرم هر روز هر چه روز یک ماه اینا میایم تهران، بعدش بابام هر روز نمیتونه مرخصی بگیره. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز. تشکر میکنم از همه عوامل برنامه بسیار خوب و قوی قرآنی محفل. بسیار برنامه خوب و اثرگذاری است. قاری روشندلی بود که انصافا مهارت بسیار بالایی در حفظ قرآن داشت. خب ایشون در حقیقت در سایه زحمات پدر و مادر به اینجا رسیده بود، آرزویی را داشتند و گفتند چون خواهر دیگر من هم روشندل هست و بیماری خاصی دارند که باید ما یک بار بیان تهران برای درمان، آرزو داشتند که پدرشون بتونه در تهران خدمت کنه و برسه به بیماری خواهرش. با توجه به این که پدر ایشون کارمند محترم شهرداری اردبیل هست، من با هماهنگی که با شهردار محترم آقای دکتر زاکانی کردم قرار شد که ما ایشون را مأمور کنیم به شهرداری تهران و انشالله بتونه اینجا هم خدمت بکنه، هم در حقیقت سرویس پزشکی لازم را به فرزندش بده. امیدوارم که این خانواده محترم قرآنی که برای همه ما الگو هستند در صبوری، در اینکه ترویج فرهنگ قرآنی موفق بشن، ما هم بتونیم قدم کوچکی در این رابطه برداریم و انشالله هممون در خدمت قرآن و ترویج فرهنگ قرآنی باشه. نزدیک نزدیکم، هر کی نشونیمو ازت پرسید، گفتی صداشو میشنوم هر جا، هر کی لبش اسم منو بوسید، هر کی لبش اسم منو بوسید. من بی پناهم، مهربون جونی، آروم جونم باش، من موج آهم، مستجابم کن، بارون اشکم، آسمونم باش، بارون اشکم، آسمونم باش.
تو آروم میشه این دل، دنیا شب طوفانی دریاست، آغوش تو آرامش ساحل، آغوش تو آرامش ساحل. الذین آمنوا و تطمئن آسمونم باش. آماده اید؟ خب من اینجام. سلام. یه جزم آخر این معاصر نیست، قبل میلاده. یه سلام. قشنگ کلی برق میزد. در قرآن چند تا حرف داری؟ چند تا حرف؟ الله سید حسنی، سید حسنی. بزاری آره از همون دو سه تا سوره‌ای که بلدی بپرس. این تشویق نداشت آخه این خوندن. خیلی بهره بردیم. کجا رو نگاه میکنی؟ أسوة حسنة لمن كان يرجو
بارك الله. سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مجری محترم، سلامت اساتید بزرگوار و همه حضار و بینندگان عزیز. حنان خانوم بی مقدمه بگو که تو چجوری به اینجا رسیدی و یه حافظ درجه یک الان هستی، از چه سالی؟ شاید خیلی ها هنوز ندونن. بله، خب بنده از سن 4 سالگی به مدت 1 سال روخانی و روانخانی قرآن رو یاد گرفتم. بعد از 5 سالگی در منزل با کمک پدر مادرم شروع به حفظ قرآن کردم و در مدت 2 سال یعنی 7 سالگی حافظ کل قرآن شدم. قبل از اینکه برم مدرسه الان خب روزی 1-2 جز مرور دارم. بعد خب درسای مدرسه رو دارم، درسای دانشگاه رو هم دارم دیگه. 16 سالگی شما دانشجویی؟ بله، من دانشجوی ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران. ماشاءالله. حنان خانم کوتاه به من بگو که شوق قرآن خوندن رو کی در تو برانگیخت؟ مادر یا پدر؟ کی شروع کرد با تو؟ خب من چون خواهر و برادرم تو خونه زیاد قرآن میخوندن و به خاطر اینکه حافظ قرآن بودن دیگه منم تشویق شدم که حفظ قرآن رو شروع کنم. پس پیش از شما خواهر برادرها شروع کرده بودن؟ بله بله. چند تا خواهر برادری؟ 2 تا خواهر دارم 1 برادر. اونا همه حافظ کل قرآنن؟ 2 تاشون حافظ کلن، یکیشون حافظ 10 جز به زبان عربی و فرانسه. ماشاءالله. این خانواده آقا بی ملاحظه بپرسین. بفهمید اساتید. من آخر من یه کلمه بپرسم. خب این کلمه که یه بار تکرار شده، یقطین. یقطین به معنای کدو هست. و انبتنا علیه شجره من یقطین. سوره صافات صفحه 451. الله 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 الله. سمت راست. یه سوال یه کلمه یه دیگه بپرسی. نردبون کجا اومده؟ چی؟ نردبون بالا. بله، سوره کلمش میشه سلم، سوره تور جزء 27 صفحه 525. آقا تسلیم. من مفهومی سوال بکنم، کدوم آیه است در قرآن که میگه شما ازدواج کنید خدا روزی میده؟ سوره نور صفحه 354 صفحه در سمت چپ اول صفحه. و انکحوا الایام منکم و الصالحین من عبادکم و ایمائکم. نعم. آیه تموم نشده هنوز. آره، مقصد نرسیده اون قسمتش. و انکحوا الایام منکم و الصالحین من عبادکم و ایمائکم ان یکونوا فقراء یغنیهم الله من فضله والله واسع علیم. نعم. وقت این دوره جوانهای که میگن ازدواج کنید یه چجوری؟ یعنی این آیه رو انگار ندیدن و قبول ندارن. ببینید ما صدقه باور داریم، صدقه چیز میکنن، صدقه رزق و زیاد میکنن. بله. خب شما دارید یه چیزی، یه پولی دارید میدید ولی میگید داره همینی که من میدم رزق و زیاد میکنه. خب ما اسباب غیبی اینجوری داریم. یکی از اسباب غیبی که رزق رو زیاد میکنه خود ازدواج کردن، خود فرزندآوریه. اما نکته ای که میخوام بگم، نکته در ابتدای این آیه است که میگه و انکح الایاما، بقیه رو مسئول میکنه که آقا خرج ازدواج و ازدواج کردن بقیه یکی از بهت آقا سفره نظری انداختن خوبه، کارهای خیر خوبه، ولی یکی از بهترین کارهای خیره که باعث این میشه که کارهای خیر دیگه اتفاق بیفته، باعث میشه مفاسد دیگه اتفاق نیفته،
پول و هزینه انکح الایاما یعنی به نکاح در بیارید یا واسطه بشید، واسطه خیر بشید یا تهیه جهیزیه بکنید. یکی از بهترین کارهای خیر تهیه جهیزیه و کارهای خیریه که برای ازدواج انجام میشه. خیلی ازتون ممنونم. خیلی ازتون ممنونم. انس حنانا اسألك وردت او كلمة وردت مرة واحدة في القرآن الكريم بمعنى التوفيق، يعني هي توفيقي. وما توفيقي الا ما شاء الله. نعم نعم نعم. حالا من سوال بپرسم، کجای قرآن این؟ کجای قرآن بود؟ کجای سوره بود؟ جزء 12 صفحه 231. نعم احسنت. آخرین خط صفحه. منتظر. سلام، خیلی ممنون، خیلی عالی بود. من سوال دارم، در قرآن چند تا حرف داریم؟ چند تا حرف؟ زیاده. 6236 تا آیه داریم. نه نه تا همینت میدونم. یک حرف بیشتر نداریم. و من الناس من یعبد الله على حرف. حرام عليك حرام. یه از این سوالا بود آدم یاد هذا يصعب عليها كثيرا. این که آدم یه چیزی رو مراد کنه بعد یه چیز دیگر رو بخواد، این یه ذره رندی میشه. کلمه تو دوراب و محل باطل. خب باطل. بس اجازه بدید سوالای سری. میتونی سوالای سری بگید؟ بله. من یه تیکه از آیه بگم، اون صفحه شو با شما بگید. آره اصلا اون دو سه تا سوره ای که بلدی بپرس. یکیش همده. خب بسم الله. آماده اید؟ الجمهور الکریم آماده هستید؟ همه آمادن؟ شماره صفحه خیلی شوله، خیلی هم آروم. شماره صفحه را میتونی بپرسی؟ میدونم میدونم. یه بار دیگه بپرس حسن، که همه آمادن. آماده اید؟ خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فقط صفحه رو بگم؟ بله شما باش. خب صفحه 151. صفحه 151 سوره اعراف. نعم. جزء 8 صفحه. نعم. در سمت راست اول صفحه بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم صاد. ممتاز. بعدی صفحه بعد قال ما منعك. بعدی قال ربنا ظلمنا. اللي بعد يا بني ادم خذوا. نعم. بعد قال ادخلوا في امم. بعد ونادى اصحاب الجنه. نعم. ما شاء الله لقد جئناهم. نعم ما شاء الله. نعم 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 نعم. رزوان درویش. حالا 10 صفحه بعدش فقط ببینم این صفحه چند الان. 158 صفحه 168. خب جزء 9 سوره اعراف. تمام پیدا کنم شما جواب. خب اول صفحه قال يا موسى اني اصطفيتك. 10 تا 10 برو جلو دیگه. 178. بله صفحه 178 سوره انفال. نعم اول صفحه اذ تستغیثون ربكم. نه دوباره بگید صفحه 178. 178 بله درست گفتن. نه درست گفتی. درسته من پیدا نکردم. 188 جزء 10 سوره توبه اول صفحه کیف یکون للمشرکین. ما جامون دیمی صف کن. خب کجا رسیدیم؟ 188. 188 حالا میخوای 100 تا 100 تا برنجا. خب 100 تا 100 صفحه 288. بله تا پیدا کنم جواب میدی. جزء 15 سوره اسراء صفحه 10. ماشاءالله ماشاءالله. اول صفحه ما منعنا ان نرسل بالله. نعم. یا سلام. منم نرسیدم. منم نرسیدم. منم 388 بخونم. نه دنده عقب بیاید 20 صفحه قبل. یعنی بشه چند؟ 20 صفحه قبل. از صفحه 288 20 صفحه قبل. بله. 268. بله 268 جزء 14 سوره فکر کنم درست نحل. بله اول صفحه و تحمل اثقال. انت استاذ حسنين امامك المصحف. امامك المصحف ولا تلاحق مثلها؟ اي والله المصحف امامك ولا تلاحق الكمبيوتر. ما شاء الله. طب انا اسال ممكن؟ تفضل. اريد ان اسال من راس الصفحه اليمين وتجيبينني في نهاية الصفحة التي على اليسار. زعب داري. يا أول صفحة سمت راس ثم يقول أنت انتهاي صفحة سمت شعب. بله. ببرس. وقال الذين أشركوا. صفحة ديفيس صفحة دو يك. ديفيس صفحة دو كائن صفحة. ديفيس صفحة دو آية آخر صفحة. ثم إذا كشف. الله 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 الله. ما شاء الله. ممتاز.
من فکر میکنم که تا ذوقی ترجمه کن برای استاد رضوان، تا ذوقی میاد عدد صفحه رو ترجمه کنه برای استاد رضوان، خونده سه تا سوال دیگه جواب بده، خونده سوالو جواب بده. حامد جان بسم الله. من سوال بپرسم. آره؟ حامدین فلان و زرد در فلان و از اون کم کن و اینا. من به پیشنهاد من گوش میدین؟ آیه بپرسین، آیه بخونه حنان خان. بسم الله الرحمن الرحیم. نزل من السماء ماء بقدر فانشرنا به بلدة ميت. سوره زخرف. احسن. سوره زخرف. من اینجوری که حامد خوند خیلی سخت. از ایو صیبتا. بله سوره زخرف جزء 25 بخونید اینو. 25 صفحه 400 490 صفحه در سمت چپ اول صفحه. و انزلنا من السماء ماء. سوره زخرف سوره مکی قرآن. احسن. خب یک دو سایه تلاوت بفرمایید. بله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والذی نزل من السماء ماء بقدر فانشرنا به بلدة كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ما شاء الله. سوال پرسیدم سخت هم بود ولی ایشون به خوبی جواب دادن. فرض این بود که یک نکته هم در مورد این آیه میخواستم به این آیه برسه و تقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون. آقای قاسم من این لطف کنن معمولا این آیه رو یک جایی آیه سفر دیگه آیه آره. سفر آره. این آیه آیه است که برای انسان مسافرت بکنه، یعنی این آیه رو خوبه انسان بخونه ده. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. بعد ولی این نکته هم داره توش که و انا الى ربنا لمنقلبون، یعنی داره وقتی که سفر میکنه حواسش به یک سفر دیگه هم باشه تو اینجا. من چند تا سوال سریع دارم حنان خانم. بله. من چند تا سوال سریع از شما میپرسم، شما جواباتون فقط از قرآن باشه. خب بله. سلام علیکم. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. كيف الأحوال؟ الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض والأرض. الله الله. خب الآن درسي كي شما رسيديد إن تمومي يا باز هم بخيد بخونيد. وفوق كل ذي علم. درست. وفوق كل ذي علم عليم. أحسنتم. پدر مادر شما يعني خيلي زحمت كشيدن شما بإين مرحلة رسيديد. بوناها چي ميگيد؟ وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. الله الله احسن. خیلی کار سختیه. حالا من سوال کنم. بله. شما کلاس چندمی؟ و ثامنهم كلبهم. آقای وحید نظریان قاری بین المللی، خیلی خوش آمدین آقای نظریان. خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت یکایک حضار عزیز و بینندگان محترم شبکه سوم سیما. بسم الله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله يا رحمن يا رحيم. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. ايوه ايوه كده. كما بدأنا أول خلق نعيد. يا سلام يا سلام يا سلام. اولین سالی که دیدمش، اولین سال یعنی که مثلا قبل از میلاد، سال 70 70 میلادی میشه 40 سال پیش 50 سال پیش 32 سال پیش. ها شما 150 شمسی میگید شما. 32 سال پیش تو مسابقات کشوری اوقاف در کرمانشاه من نمیشه سالون سر و صدا است. یه آقازاده‌ای واسطه موهاش هم به خاطر مدرسه با تیغ زده بودن. درسته؟ یعنی قشنگ این کله برق می‌زد. حالا بالا غیرتم آبروی ما رو برمی‌داره. واقعیت دیگه. بعد هی اصرار می‌کردم کی بود؟ آقا این خیلی خوب می‌خونه. من گفتم به قیافه این بچه میاد خوب بخونه.
بلکه رفت بالا با همین قدرت، با همین توان، با همین تحریرا اطلاعات عالی کرد. از اونجا شد وحید نظریان که معروف شد در کل کشور. ماشاءالله. ای بابا. یعنی انعشتنا و اطربتنا. یکی از امید بخشترین آیات رو هم خوندن، چون که تو سوره مبارکه انبیا این قسمتی که خوندن و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، این یه بخش، اینو بذارید کنار ولسوف یعطیک ربک فترضا، یعنی انقدر به تو پیغمبر میدیم تا راضی شی. پیغمبری که ما ارسلناک الا رحمتا للعالمینه، چقدر باید به این پیغمبر بدن راضی شه تا دست هممون رو نگیره با شفاعت؟ انشالله ما هم قابلش باشیم، قابلیت داشته باشیم، چون که قابلیت شفاعت هم برای خودش چیزیه. انشالله بگیره دست هممون رو ببره. آقا وحید خیلی عالی، خیلی بهره بردیم. کجا رو نگاه میکنی؟ یا الله پیر شده دیگه نمیبینه. آره خیلی. چند سالته؟ آقا وحید از دیار کرمانشاه، جوان مردان کرمانشاه. من بذار صحبت کنم همین یه سال. خیلی افسردی. ذهنم آماده کردم، فارسیش رو چیز کردم، جمع جوش کردم. آره. الان پرید. بله. چند سالته؟ من 42 سالم. البته به اضافه پیرمردی من بذارید. نه. اول 42 سال فقط؟ مگه کسی با کباب دنده پیر میشه؟ 42 سال. دنده کباب. چقدر بیش میخوره؟ دنده کباب. کباب دنده. چون کباب یعنی دنده دنده است دیگه. حامد چقدر بیش میخوره سنش؟ بیشتر میخوره. حداقل حدود خورده ای. حداقل. خب بفرمایید. کرمانشاه یکی از شهرهای فعال تو حوزه قرآنیه که من شخصا همیشه خاطره خوب از کرمانشاه داشتم. نمیدونم حامدم زیاد. آره آره من خاطرات خوش دارم. درس کردم خیلی بامزه هم دارم. شده میخوام بگم از کرمانشاه اجازه هست؟ بله بفرمایید. آقا وحید بگم. آقا بگو شما مختاری هست. سال 67 ما زمانی که جبهه بودیم توی یکی از شهرک‌های اقماری کرمانشاه اونجا مستقر بودیم. هفته یه بار میمدیم کرمانشاه خرید میکردیم، یه حمامی میرفتیم، یه اصلاحی و اینها. 13 نفر بودیم، 13 تا بچه محل رفته بودیم اونجا. اما اول پول میگرفتیم، اون نفر 5 تومن بدید، یه نفر مادر خرج میشد. اون روز افتاد نوبت من، 5 ریال بودم، 5 تا یه تومانی دیگه، مثلا 50 ریال. من پول کرایه برگشت و من میداشتم، بقیه رو همه رو خرج میکردیم. میدونه میدون آزادی یه لبنیاتی بود و خلاصه. بله. یه روز موقع برگشتم یه خود پول مونده بخوایم تقسیم کنیم بین بچه ها، نفری 7000 باید بدیم. اصلا یه چیز خیلی. رفتیم توی دیزی سرا. گفتم آقا یه دیزی با 12 تا قاشق اضافه. اول پیرمرد بود. کی خورد کی نگاه کرد. حالا گوش کن. نه دیگه 13 نفر بودیم بیه. گفت شوخی میکنی پسر؟ گفتم نه. گفت کجا هم برگ؟ گفتم بیرون واسه روشون نمیشه بوده. گفتش که خیلی قشنگ برخورد کرد. گفتش که تا حالا این کارو نکردم ولی به افتخار بچه رزمندا. خلاصه همه اون آبگوشت و باتیلیتش و نخود و لوبیا و گوشتش همه رو کوبیدیم. خلاصه نفری یه عاشق. این بهترین خاطره من از کرمانشاه. انشالله که اون دنده کباب رو تونه جبران بکنه. انشالله. خب خیلی سپاسگزارم. تفضل استاد. يعني أستاذ وحيد اليوم يعني جعلتنا نطير مع صوتك الجميل. سلامات وشيد زنده وشيد. يعني لا نستطيع أن نعطيك ملاحظات. أنا ما بستمش هاي أنا تعلق معك. پرا رو زدم. بله دیدم داشتین توضیح میدادیم. هذه القراءة العشرة ما شاء الله. فتح الله لك وجعلك ممن يترقى دائما في القرآن صوتا وعلما ينفعك إن شاء الله أنت وأهلك إن شاء الله. آمين يا رب. وای جان إن شاء الله همیشه بدرخشی. دوست داریم و امیدوارم در پناه قرآن و اهل بیت علیهم السلام باشی و همیشه صدای خوب تو، تلاوت های خوب تو به ما ایدی بدی. متشکرم. تشکر بکنید جناب وحید نظریان رو. خیلی عالی. ان شاء الله پاینده باشین، برقرار باشین، سلامت باشین. ممنونم از حضورتون.
سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك ربي سبحان من غمر الوجود بنوره فضلا ولا تحصى له سبحان من توفيقه ونعيمه سبحان من توفيقه ونعيمه للعاملين المخلصين للعاملين المخلصين جزاء سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك ربي. حافظ كل قرآن محمد يوسف علوي منش رو تشویق بکنید. سلام عزیزم. سلام علیکم. خوش آمدین. بفرمایید. بسم الله. سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. رمضان شهر عشق و عرفان است. رمضان بحر فضل و احسان است. رمضان ماه عطرت و قرآن. رمضان ماه عفو و بخشش و غفران است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما با آرزوی قبولی اطاعت و عبادات در خدمت شما هستم. خب شعر خوندن برامون بله. ما انتظار داشتیم که الان سوال حفظ شما بپرسیم. خب یوسف اونجا نگه داریم صبر کنیم. دعوت میکنم از فاطمه علوی منش حافظ کل قرآن. ماشاءالله ماشاءالله تبارک الله. یه سلام فاطمه خانم، خوش اومدی بابا. یه سلام علیکم. گنجینه نورانی قرآن رمضان است. الله آرامش دلهای پریشان رمضان است. مجموعه گلهاست شب و روز عزیزش، یعنی به حقیقت که گلستان رمضان است. با سلام با عرضی قبلی طاعت و عبادات در خدمت شما است. احسنت. تو هم که برامون شعر خوندی که دخترم، بذار یه نفر دیگر رو دعوت کنم اقلا همشون شعر میخونن. حالا صبر کن. ریحانه علوی منش حافظ بخشی از قرآن. ماشاءالله. ای جانم. الله الله الله. ریحانه جان. بسم الله ماشاءالله.
ماشاءالله. کم عمرها؟ چند سالشه؟ چند سالشه؟ نسیم کوی جانان است قرآن. نسیم شمیم شمیم عطر رحمان است قرآن. بود روشنگر راه سعادت چه خورشید فروزان است قرآن. آفرین آفرین. محمد یوسف، ریحانه و فاطمه حافظ قرآنن. حالا ریحانه کل قرآن نه، ولی محمد یوسف و فاطمه حافظ کل قرآن. یه شروع متفاوت داشتن، حالا ازشون سوال بپرسیم. بفرمایید. من میخوام از اون کوچوله چند جز حفظ ریحانه نه از شما میترس حاجی ریحانه صاحب حسن ایلت خانم آقا صاحب کن چند جز حفظ هفت جز هفت جز اول نه یه جز از آخر یه جز از آخر شیش جز میدونید ده سانتش پاشنه کفشش بود فقط آخه من اندازه گرفتم ده سانت نمیدونم خب بذار من سوال هم بپرسم اعزه بدید نه بفرمید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على أحسن 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 بدون كماش ما شاء الله ریحانه جان چند سالشه؟ ریحانه چند سالشه؟ من اینجا چند سالمه؟ 6 سالشه ماشاءالله کی شروع کرده؟ به حفظ؟ از 4 سالگی 4 سالگی فاطمه کی شروع کرده؟ من از 3 سالگی یوسف؟ از 6 سالگی 6 سالگی الان چند سالشه یوسف؟ گفت یوسف بعد 16 200 سال از تو کوچیک‌تر خب سوالات سریع فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم صفحه 167 احسن آیه بعدی صفحه بعدی اول صفحه بعدی قال يا موسى إني اصطفيتك جميل بعدی ولما رجع موسى الى قومه نعم بعدي واكتب لنا في هذه خب اكتب لنا 5 آيه بعد شما بخون ومن قوم موسى الله 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 ما شاء الله حسن بله یعنی اگه شما بیای اینجا بشینی من اینجا اونجوری سوال کنم خوبه خدا وکیلی شمرم اینجوری سوال نمیشه شما نه اگه سوال کنی از من آره میتونم جواب بدم اما بعضی از معاصرین اگه سوال کنن کی منظورت بعضی از معاصری نمیخوام بگم کی این معاصر نیست قبل میلاده آقا چرا صفحه ای میپرسین اصلا میدونی که من با این قصه مشکل دارم خب برای من یکم آقا یه آیه بپرسین ادامش رو حامل یه آیه شما بپرس اعوذ بالله من الشیطان بسم الله الرحمن الرحیم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن آها خیلی هم خوب همونایی که فقط چیز حفظه نه که تو افسی هایی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم آقا من جواب بدم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أحسنت ما شاء الله يا سلام هم يا يارفتي يا سلام حالا اجازة بدون که من دعوت کنم من نگرانم اینا چش بخورن آج آقا نگران نباشید شما خودتون اگر احتیاط کنید من کاملا ممنون از پاس کردم من به آقای ابوالقاسمی هم گفتم این بچه ها اینجوری میان تو صحنه هم توصیه و عزت عالی و هم آقای ابوالقاسمی دارم حسنه که با ماست حالا باید ما ماشاءالله لا قوة الا بالله رو و صدقه هم باید صدقه بدن براشون حتما کنم آره گوسفندم بکشید تو دیگه همینطوری برید جلو خیر حافظ الله
شیش تا صدا میمه. آقایان موافقید که و حضار محترم پدر مادر موافقید که از پدر مادرشون دعوت کنم؟ بله. بله. الان شما هر چقدر کیف کردین این بچه ها رو دیدین، پدر مادر رو تشویق کنین. اهلا اهلا ماشاءالله خانم خیلی خوش آمدید، آقای علوی منش خیلی خوش آمدید. بفرمایید بچه‌م بغلت. ماشاءالله هر چی اونا نگاه نمی‌کنه یکی داره نگاه می‌کنه. بفرمایید آقای علوی حامد نگاه نمی‌کنه. سلام علیکم. علیکم السلام. علیکم السلام. شعر چیزی نمی‌خوایم بخونیم؟ شعر شیرور بچه ها خوندن. سلام عرض میکنم خدمت حضار محترم و بینندگان عزیز. سلام عرض داشتم. زنده باشی خانم. شما می سلام علیکی بکنی. سلام و عرض ادب خدمت همه شما عزیزان و آرزوی قبولی طاعات عبادات در خدمت شما هستم. سال نوتون مبارک انشالله که پر از برکت و نعمت و رحمت باشه. اولا به من بگید که اون کوچولویی که بغل آقای علوی منشه اسمش چیه؟ زهرا خانم هستم. ماشاءالله در پناه صاحب اسمش باشه انشاءالله. خب کی شروع کرده با بچه ها؟ مادر یا پدر؟ قدم اول رو کی برداشته؟ قدم اول و آخر که بالایی هستش، خدا فضل خداست، همش خداست. ما این وسط فقط وسیله هستیم. کدوم استان؟ کدوم استان هستین شما؟ کدوم استان؟ ما قزوین هستیم استاد. این بچه آخری اسمش چیه؟ زهرا. زهرا دختره دیگه ها؟ نه پسر. شغل پدر آقا. حامد جواب نده. خواهش کردم حامد جان. حامد نه خواهش کردم. ما چه گیری کردیم وسط این دو نفر؟ شغل پدر آقا بفرمایید. من کارگر هستم، شرکت مشغولم. خودتون فعالیت قرآنی دارید الان یا نه؟ در کنار بچه ها نه تو کار حفظ، ولی خودم خیلی علاقه دارم. خود این چهار تا دنیای کارن آقا. ترجمه و تفسیر خیلی علاقه دارم. یه مقداری هم کار کردم اون تو واقعا وقت فراغتم خیلی کمه. شما حافظ حافظایید بکنم. بله همون حافظ و بعضی وقتا میگم حامل حافظاییم. خدا از تو خدش شد. آش خانم اینا اذیت نمی‌کردن اینجا؟ اینا اذیت نمی‌کردن؟ سنشون کمتر بود. منظورت فرض معلوم با اینکه اینا بزرگن سر میز منو اذیت. حامد هر 5 تاشون منظورت ها؟ خالد او سر در سال. آره 5 تا. خالد تحفظوا على طريق اللعب. ما هي اللعبة. خوب شدی رفیق. لحظه. نه این بچه‌ها واقعا انرژی میدن به آدم. فاطمه خانم. سلام. یه تشکر قرآنی از پدر مادرت بکن. واخفض لهما جناح الظل من الرحمة ورب ارحمهما كما ربياني صغيرا. احسن احسن استاذ رضوان تفضل. سمعت منها انها تحفظهم عن طريق اللعبة، ما هي هذه اللعبة؟ ما فاطمه و ریحانه چون دختر هستند به طبع عروسک ها رو خیلی دوست دارن و ما مثلا یه کلن 7-8 تا شاید عروسک بچینیم، بعد این عروسک ها بچه های من میشن و بچه های حالا فاطمه یا ریحانه، البته الان با ریحانه داریم کار میکنیم. بعد بچه های من معمولا همه رو غلط غلوط میخونن و بچه های ریحانه خانم همه رو درست میخونن. حالا جایزه شون هم ممکنه آلبالو بذاریم، دونه ای میدیم، پروفایل کوچه دونه ای میدیم، هر کی آیه شو درست بخونه. بعد این آیه دائم با عروسک ها خونده میشه، مثلا 5 بار 6 بار، چون این عروسک ها به نوبت میخونن، یا گهگاه مثلا یه عروسک رو میاریم میگیم عروسک من امروز میخواد 5 بار بخونه، بعد هر کی زودتر بخونه میگه هر کی مامانش بهش یاد بده، میریم پشت مثلا ایشون میخونه، بنده هم مثلا میخونم، دوباره میایم بنده بچه بنده غلط میخونن و بچه ریحان خانم ریحان خوش عروسه کنم درست میخونم. حبوک امی یجری بدمی مذ کنت جنینا فی الرحیم ما مثلک فی الدنیا احد اولا بوفا ما نامت إذ
كنت سقيما تدعو رحمانا ورحيما أن يشفيني في قدرتي لأصير معافا وسليما إما بلغت عندي الكبر أقضي في راحتها الثغر وجناح الرحمة يخفضه وترى في عيني البشرة وجناح الرحمة يخفضه وترى في عيني البشرة. خب من ازتون خواهش میکنم که آقایون به عنوان هدیه به این خانواده و بچه ها یکی آیه تلاوت بکنی. و فی ذلک فلیتنفس المتنافسون. الله الله. این تشویق نداشت خیلی خوندن. این مریم امیده شوری مبارکی ربنا ابلنا من ازواجنا و ذریاتنا قرت اعین الله کلی ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. قطعاً و یقیناً باید حفاظت بشن. و این یکاد الذین کفروا لیزلقونک بأبصارهم لما سمعوا الذکر و متشکرم ازت.
محمد يا رسول الله مدد يا حبيب الله يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا السلامين نور أنور مالي إسلام إيمان زينة السيناء يا سلام قل يا سلام الله 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 خب حالا بریم سراغ نگار من که به مکتب نگار من که به مکتب نرفت ختمش نقبض مثل آموزه صد مدرس شد یا حسنی سید حسنی سید حسنی سید حسنی آه ببین این کار چی کار کرد ببین این هر را انداخت فألف بین قلوبكم فأصبحتم ألا تريد تسمع من الأستاذ شاكر؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الله الله ما شاء الله القابض الباسط الخافض الرافع
اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع ضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون من از خدای بزرگ میخواهم که ذکر خدا را عبادت خدا را عرفان خدا را بر قلوب همه ما بیاندازد ما از خدای بزرگ میخواهیم که در میان این طوفانهای حوادث ما را هدایت بفرماید از خدای بزرگ میطلبیم که انقلاب مقدس ما را که یک جهشی در راه رسیدن به همان مدینه فاضله است این انقلاب مقدسی که آمده است ما را هرچه بیشتر و زودتر برای آن روز تربیت کند این انقلاب را پیروز گرداند أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
أشهد أن علي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة صلى الله على سيدنا محمد